درود فرمان خدمتتان عزیز، امروز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه و همونجوری که قبلا وعده داده بودیم به تعدادی از کامنت های شما عزیزان پاسخ خواهیم داد و نمادهایی که درخواست کردید را یه نگاهی خواهیم کرد. البته خب تعداد درخواست ها واقعا خیلی زیاده و قطعا توی یکی دوتا برنامه نمی گنجه. من سعی میکنم که در هر حال به اونهایی که کمتر بررسی شده، یعنی حالا برخی از این نمادهایی دیدم که دوستان نوشتن و ما مثلا تو همین یک دو ماه اخیر به گروه هاشون یا پرداختیم یا خود اون نمادها رو بررسی کردیم، اولویت رو میذاریم بر اونایی که دیرتر بررسی شدن و خب سعی بنی میکنیم که بالاخره اینجوری یه مقدار عدالت رعایت بشه. اولین نماد فولاژ را دوستان گفته بودن که با همدیگه یک نگاهی به نمودار فولاژ داریم. از ابتدای کاری که اومده در بورس شما نگاه بکنید و از سال 90 89 از سال 89 تا الان این نماد به صورت کلی همونجوری که مشاهده میکنید یک نماد صعودی هستش، صعود خوبی را هم داشته. در دو مقطع زمانی وارد کانال نزولی شده، یکی بین سالهای 92 تا 94 به مدت 2 ساله، یکی هم 96 تا 97 1 سال. غیر از اون این نماد همواره در حرکت صعودی قرار داشت و این قضیه میتونه برای کسایی که بلند مدت دنبال نمادها میگردن خیلی قابل توجه باشه. درها فولاد آلیاژی یک نوع محصول خاص هستش دیگه، یعنی یه مقداری حالا با بقیه فولادسازی ها شاید متفاوت باشه و همونجوری که می‌بینید برای بلند مدت نماد بسیار خوبی هستش. در سال 99 حتی مشاهده می‌کنید در حال فرصت‌های خریدی وجود داشت، یه جورایی بگیم که فرصت‌هایی که در اصلاح به وجود میاد فرصت‌های خرید برای نماد فولاژ می‌تونه باشه. اگر که دقت بکنید از سال 99 اگه فیبو بذاریم، وقتی که ریزش بورس شروع شد تا 61 صدومی به اصطلاح فیبای خودش پایین اومد، خیلی عالیه، یعنی که نشون میده که واقعا یک نمادی هستش که در ریزش های شدید هم جایی که مثلا خیلی نمادها شاید خیلی پایین اومدن قیمتشون، شاید بهتون بگم 80-90 درصد پایین اومد، این نماد رو میبینید که یک اصلاح عادی داشته و بعد از اونم در یک حالت حالا خیلی خوبی قرار گرفته و کسایی که بخواستن نوسانگیری داشته باشن ازش. مجددن یه حرکت شروع شده از 98401 به سمت بالا و خیلی خوب داره جلو میره. حالا بایستی ببینید که موقعیت ورود کی به وجود میاد. خب قطعا اگر که این نمادی اصلاحی داشته باشه در نقطه اصلاحی شما با این فیبو میتونید که نقطه ورود را به خوبی مشاهده بکنید و تشخیص بدید. یکم شکل بزرگ کنم. ببینید الان یک دو تا کندل قرمز داشته توی آخرین روزهای معاملاتیش، احتمال داره که همینجا اصلاح باشه، نمیگیم 100% احتمال داره. خب اگر که این حدس ما درست باشه و از همینجا بخواد اصلاح رو انجام بده، که البته خب میتونه که این اتفاق هم بیفته، به خاطر اینکه ببینید از برج 8 قیمت 650 تومان الان رسیده به قیمت تقریبا 2000 خورده ای، تا 2180 تومن هم رفته، یعنی 3 برابر هم بیشتر شده. پس بنابراین این احتمالی که داریم ازش صحبت میکنیم، حالا اگر اینجا به وقوع نپیونده به زودی به وقوع خواهد پیوست. در هر حال اگر که فرض ما بر این باشه که همین بازگشت یک اصلاح محسوب میشه و یه فیبو بذاریم، در هر حال ببینید این نقاط خیلی مهم میشن، یکی قیمت 1600 تومنه، یکی 1400 تومنه و یکی 1200 تومنه که خب البته حالا این 1200 سال 99 همین 61 صدومیه به وقوع پیوست و تا اینجا پایین اومد،
ولی ببینید سال 99 ریزش بورس هم چقدر زیاد بود، یعنی اگر که اصلاح کلی بورس یک اصلاح کوچکی باشه خیلی توقع نداریم که تا 1200 یورو بتونه بیاد. و بعدن بهترین جایگاه ورود یه قیمتی بین 1400 تا 1600 خواهد بود، یعنی بین این دو تا حمایتی که وجود داره من فکر میکنم که حالا کسای ریسک پذیری بالاتر روی این یکی، ریسک پذیری پایینتر روی این، میتونید برای پله اول ورود خودتون اقدام برای نماد فولاژ داشته باشین، البته با دیدگاه بلند مدتی، به خاطر اینکه در حال اگرم بورسی موقعی دوباره با ریزش و بحران و اینجور چیزا مواجه شد شاید پایین تر بیاد و بعدن اون موقعی رشدش طول بکشه، یعنی خوابی داشته باشه تا اون رشد شروع بشه. ولی اگر که شرایط عادی باشه انتظار داریم که مانند سالهای قبل که همینجور مشاهده کردید یک روند صعودی خیلی خوبی را از این نماد میتونیم ببینیم، این اتفاق مجددا تکرار بشه. همینجور ببینیم مثلا از سالهای 97 تا 99 خیلی حرکت خوب بوده، از قیمت مثلا 18-19 تومن میاد به قیمت تقریبا 800 تومن میرسه، یعنی تقریبا 40 برابر توی مدت زمان 2 سال قیمت نماد میاد بالا. یعنی اگه همین اتفاق بخواد برای این قیمت بیفته، یعنی قیمت 600 تومن بیفته، این بار مثلا تو 2 سال بعد قیمتش به 24,000 تومن برسه. اینجوری در نظر بگیرید که چقدر جای رشد داره، یعنی تا اینجاها میتونه به راحتی بالا بیاد اگر اتفاق سال 97 تا 99 بیفته. حالا اگر که بگیم نه دیگه اون سناریو تکرار نمیشه حداقل به این زودی ها، خیلی خب بازم جا داره که حرکت صعودیشو آرامتر انجام بده، مثلا تا 3000 تومن بیاد تا 4000 تومن بیاد. بنابراین تا اصلاح انجام گرفت شما بهترین موقعیتی هستش که برای فولاژ اقدام بکنید. خب نماد بعدی نماد خبونیان هستش که خیلی این روزها در فیلترهای کف کانالی و اینجور چیزا یک دو مرتبه دیدیمش، البته خب حالا یه ذره با کف کانالش یک کوچولو فاصله داره، ولی خب اگه یه قرمز دیگه بخوره قطعا توی فیلتر کف کانال مجدداً میتونیم خبونیان رو ببینیم، چون قبلا اینجاها یه بار دیده بودیم. برخلاف جهت بورس که تقریبا تو این چند ماه اخیر خیلی خوب بوده، دقیقا از برج 10 تا الان میبینیم که خبونیان از قیمت 1120 تومن اومده تا قیمت 748 تومن و نه تنها قیمت زیاد نشده، همجور که مشاهده میکنید قیمتش کم هم شد. البته خب اگه بیاییم به عقبترش نگاه بکنیم میبینیم که این یه قضیه کاملا طبیعی میتونه باشه برای این نماد. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید از سال 1400 شو نگاه بکنید، از 6400 قیمت 68 تومن بوده، یعنی در قیمتی که در روزهایی که بورس در بحران قرار گرفته و تمام نمادهای جورایی پایین اومدن ریزش داشتن، برج 6400 این از قیمت 60 تومن اومده تا قیمت 1100 تومن تقریبا بالا، یعنی توی همون 2 سالی که بورس با مشکلات زیادی مواجه بوده قیمت تقریبا 20 برابر شده، که خب یه چیز غیر عادی هستش. یعنی حالا راجع این نماد با بستی که اینو در نظر بگیریم، تا حال بیشتر به نظر میرسه که پروژه شده باشه، چون که دقیقا در برج 10400 هم یه افزایش سرمایه زیادی میده، 17812 درصد افزایش سرمایه خبونیان در اون برهه زمانی هست، که خب احتمالا خب افرادی این سهم رو در نظر گرفته بودن، در دست گرفته بودن، افزایش سرمایه هم که انجام میشه سهام همون افراد زیاد میشه و باز هم فروشنده نیستن، سهم رو نگه میدارن و خب اینقدر بالا میاد. نمادهایی که اینجوری پروژه میشن برای ورود خیلی خطرناک هستن، یعنی واقعتش من نمیتونم الان به کسی پیشنهاد کنم که اصلا سمت یه همچین نمادی بره که به این شکل پروژه شده. ولی خب در هر حال اگرم حالا خیلی شما علاقمند هستید
قطعا دیگه زودتر از 61/100 فیبو اقدام نکنید. یعنی اگر دیگه خیلی علاقه مندی به بنیان حتما بگیرید، حدود 500 تومن میتونه برای اولین پله ورود تقریبا مناسب باشه، به خاطر اینکه قبلا هم در این حوالی یک حمایت کوچیکی ازش دیده شده و یه اصلاحی از 530 تومن تا حالا میبینید تا 455 تومن داشته و مجددا حرکت خودش رو شروع کرده. دقیقا همین عدد روی 61/100 فیبو هم میفته روی این موجی که ما در نظر بگیریم، یک موج صعودی تقریبا دو ساله در ایام که اوضاع بورس هم خیلی جالب نبوده. حالا خب طبیعیه که وقتی این گونه بالا اومده توی اون موقع، اینجا دیگه افراد احتمالا سهم رو خالی کردن، یه مدت زیادی هم مشخصه در صفحه فروش قفل شده، در روزگاری که خب تقریبا سهم‌ها صفحه فروش قفل نمی شدن، ولی این شده. یعنی آخر سال 1401 خب ما این پدیده رو نداشتیم، اگر 1400 بودیم اوائل 1400 این قضیه قفل شدنه خب خیلی بود و اذیت میکرد، ولی خب دقیقا در همون ایام میبینیم که خبونیان حرکتش صعودی و خیلی خوب بوده، حتی بعد از افزایش سرمایه اتفاق افتاده. بنابراین خیلی الان توصیه برای ورود به یه همچین نمادی رو من نمیتونم داشته باشم، مگر اینکه مجدد پروژه بشه، اطلاع داشته باشید از این قضیه، یا اینکه واقعا از نظر بنیادی این خبونیان یه کار عجیب غریبی انجام داده، به سوداوری های مثلا خیلی هنگفت و خوبی رسیده که حالا ما اطلاع نداریم. البته خب خود رو یا که همیشه مینالند، میگن آقا ما زیانده هم هستیم. حالا این در حال به این صورت بالا اومده، در نظر داشته باشین دوستان که خب ورود به یه همچین نمادهایی دیگه خیلی شاید ریسک ها افزایش بده و به این قضیه توجه کافی رو داشته باشین. نماد بعدی سرچشمه سرمایه گذاری مثل سرچشمه هستش. این نماد هم برای بلند مدت نماد خوبیه و خب قطعا در نقاط اصلاح میتونیم برای ورود اقدام بکنیم. در آخرین حرکت خودش از سال 98 تا سال 99 یه چیز بود، یک سال و نیم نماد صعودی بوده و بعدش هم میبینید که خب دو سالی هست وارد فاز اصلاحی و استراحت شده. حرکتش رو شروع کرده از برج 9401، یک مرتبه از قیمت 367 تومن میبینید به قیمت تقریبا حدودای 1000 تومن رسیده، توی چند ماه سه برابر شده. خب الان باز ریسک ورود یه مقدار زیاده، ولی مجدداً میتونید در نقاط اصلاحی برای این نماد اقدام کنید. باید ببینید تا کجا بالا میره. فرض ما بر این باشه که بیاد سقف سال 99 خودش رو بزنه. ببینید سال 99 این نماد به 1080 تومن رسیده بوده، الان تقریبا 100 تومن از اون قیمت پایین تره. فرض کنیم که بیاد به 1080 تومن برسه و بعداً اصلاح بکنه، خب بعداً بهترین نقاط ورودی اگر این اتفاق بیفته رو 800 تومن هستش و 700 تومن. بین 700 و 800 بعداً بهترین نقطه‌ای شما میتونید ورود کنید. اگر که نه، اصلاح رو از همین الان شروع بکنه و نخواد تا اون قیمت بره، این قیمت یه ذره پایین‌تر خواهد اومد، قطعاً بین 650 تا 750 خواهد شد نقطه‌ای که میتونید ورود داشته باشید. در حال این حوالی 700 مشخصاً 700 تا 750 میتونیم بگیم که در هر دو حالت میتونه برای پله اول ورود سرچشمه نقطه تقریبا مناسبی باشه، اگر شرایط بورس به صورت عادی اصلاح بکنه و جلو بره. اگر خب شرایط غیر عادی بشه و بخواد تو صفحه فروش بمونه نمادها، که خب با توجه به اینکه سه برابر هم توی تقریبا چند ماه قیمت بالا اومده، میتونه بیشتر از این قضیه اصلاح را داشته باشه. همونجور که مشاهده میکنید تو سال 99 هم اتفاق افتاده، یعنی در سال 99 هم تا این قیمتی که اومده بالا، نقطه اول برای ورود 700 بود، نقطه دوم برای ورود اینه که قرار میگرفت بوده مثلا 500 قرار میگرفت، حالا میانگین شده 600 رو در نظر بگیرید، ولی همونجور که مشاهده میکنید تا این یکی 7800 پایین اومد، یعنی تا اینجا تا 300 هم قیمت اومده پایین. اگه شرایط باز هم بخواد تکرار بشه و این بخواد تا 7800 پایین بیاد،
اون موقع هستش که تا قیمت تقریبا 500 هم حدودای 500 هم میتونه پایین بیاد و خب دیگه باید به شرایط بازار هم به نوعی نگاه داشته باشید. خب نماد بعدی نماد کدما هستش که خب حالتا چند روز پیش هم فکر کنم راجعش صحبت کردیم، ولی یکی از دوستان سوالی پرسیدن، گفتن که ما تو قیمت 30,000 تومن توی این نماد وارد شدیم، آیا الان بفروشیم یا نگه داریم؟ خب ببینید دوستان، نماد کدما با قیمت 30,000 تومن رو شما بیاین بررسی بکنید اینجا، این نماد اولا حجم مبنای خیلی پایینی داره، یعنی 130,000 تا حجم مبناش بیشتر نیست، یعنی که با یک مقداری کمی خرید و فروش میتونه که حالا اون حد اکثر میزان مثبت یا منفی خودش رو بخوره و در هر حال نشون دهنده اینه که سهمش در بازار زیاد نیست و احتمالاً این سهم دست افراد خاصی هم میتونه بوده باشه یا هنوز هم هست. چیزی که باز مشخصه دقیقاً عین همون خبونیانی که الان با هم صحبت کردیم، این نماد هم یه جورایی پروژه شده از ابتدای سال 99. خب نماد کدما به همراه بقیه نمادهای بورس بالا اومد، تا اینجاش ما مشکلی نداریم، تا برج 6.99 تا برج 5.99، یعنی تا اینجا. یعنی ببینید کدما تا این خط قرمزه روندش مانند بورس در سال 99 مانند بقیه نمادها هستش و خب از قیمت تقریبا 2,000 تومان میاد تا حدودای مثلا این قیمت در نظر بگیرید، یعنی اینم 16.6، من نظر بیانش پایین‌تر برج 5ش بکنم درست‌تر بشه، بله الان 13.5 13.5 رو در نظر بگیرید، قیمتش حدوداً رسیده به حالا 9800 تومن، بگیم 10,000 تومن. تا قیمت 10,000 تومنش در اون شرایط بورس تقریبا عادیه، خیلی نمادها بودن که تقریبا 3-4 برابر 5 برابر شدن، اینم از 2000 تومان اومده رسیده به 10000 تومان، خیلی خوب خیلی خوب بالا اومده به 10 به 5 برابری خودش رسیده. ولی ببینید این قسمت بعدی، یعنی وقتی که کدما بعد از ریزشی که در بورس اتفاق میفته و همه نمادها در صف فروش فرو میرن به همون طریق ادامه میده تا برسه به قیمت 32000 تومان، این قسمت دیگه قسمت غیر عادی و غیر منطقی، مشخصا سهم توسط افرادی داره کنترل میشه. حالا ببینید در همون ایام مثلا شهریور و مهر ماه سال 99 هم ما نمادهایی داشتیم که سعودی بودن، ولی اونها نمادهایی بودن که توی این مقطع زمانی، یعنی توی نیمه اول سال 99، یا رشد چندانی نکرده بودن یا حتی اصلاح کرده بودن. اونها نمادهایی شدن که وقتی بازار رفت توی به اصطلاح ریزش یه حرکتی رو انجام دادن اومدن بالا، تعدادش هم زیاد نبود، تعداد کم بود، منطقی هم بود دیگه، خوب قبلا خوب پیشرفت نکرده، یهویی حالا بالاخره تونست جبران بکنه و خودش رو به بازار برسونه. ولی این خب خیلی غیر عادیه دیگه، از همینجا شما نگاه بکنید از قیمت 10,000 تومان تا 33,000 تومنش رو غیر عادی اومده بالا. حالا بعدش هم درسته که مجددا توی صفحه فروش میمونه و ریزش میکنه و حتی میاد زیر 10,000 تومن تا قیمت به در سال 1400 به قیمت 7300 هم میرسه، یعنی این قیمت تقریبا این قیمتی هستش که 7300 چیزی هستش که بایستی در سال 99 بهش میرسید و این قسمت یه قسمت به قول معروف چی بهش میگن زایدی هستش در این نما. مجددا همون سناریو تکرار میشه، حالا یا دوباره اون افراد سهم رو اینجا جمع میکنن، ببینید کسی که این سهم رو اینجا فروش کرده رو 30 تومن 32 تومن 35 تومن، حالا 35 که نشه 33 بودن، بین 30 تا 33 تومن اینجاها سهم رو خالی کرده، وقتی همین نماد میاد به حدودای 8 تومن 7 تومن میرسه، خب دوباره میاد میخره دیگه، دوباره همونها میان خریداری میکنن، همه افراد هم توی صفحه فروش اعصابا خورد
این دقیقا مشخصه، اصلا فروش نمی رفته رو 23 تومن، یهو قیمت میاد رو 14 تومن، باز هم میاد صفحه فروش، یهو قیمت میاد تو 9 تومن، تازه اینجا شروع شه فروش رفتن، از 9 تومن 10 تومن تازه میاد تا 7 تومن هم میرسه. خب دوباره اینجا میان همون آدما سهمو جمع میکنن، با یه سوم اون پولی که اینجا به دست آورده بودن میتونن همون قد سهمی که فروخته بودن رو مجددا بخرن و دوباره همون سناریو تکرار میشه که دما تا حالا این بار 27 تومن میاد بالا، حالا یه ذره زودتر خالی میکنن یا بالاخره مردم چش ترسی رو دارن تو این قضیه. خب این سری هم ما حالا بگیم که فعلا رفتارش مانند بقیه بورس دیگه، از برج در 11 پارسال از قیمت 4300 تومن تا 11 تومن اومده، تقریبا سه برابر شده. اوکی تا اینجاش مشکلی نداریم. حالا از اینجا به بعدش آیا دوباره میاد روی قیمت 30 تومنی که شما نگه داری اونجا بفروشی یا نه، دیگه بستگی داره که حالا توی این مقطع زمانی که اینها فروشنده بودن و خریداری وجود نداشته، آیا دوباره همون افراد اومدن این سهم رو پروژه بکنن یا نه، چون سهم با حجم مبنای کمیه مجددا میتونن این سهم رو پروژهش بکنند، احتمالش وجود داره که بیان پروژه بکنن دوباره، حتی اگر بورس ریزشی بشه هم دوباره این حالت رو پیدا بکنه که این بیاد بالا، مثلا حالا این بار تا 22 تومن مثلا بیاد و اینجا حالا سهم خالی بکنن. ولی اگر این کار رو انجام ندن، خب ورود به این سهم الان خطرناک هستش که کسی بخواد الان یه ورودی بکنه، مگر اینکه واقعا بدون این سهم داره پروژه میشه. شما هم دیگه در حال بایستی که ببینید هر روز بازار رو، اگه واقعا سهم پروژه شده هر روز صفحه خریده، نمیفروشن، مقدار معاملات فقط در حد حجم ممنوع انجام بشه و از 130,000 تا فروش بره و بیشتر از اون نفروشن، هر روز همینجوری مثبت بخوره میاد بالا، یعنی سهمیه که میتونه پروژه بشه. ببینید مثلا با یه سهمایی که بزرگتر هستن مثلا این سهم فولاش، شاید نتونن یه همچی کاری انجام بدن، مثلا فولاد، مثلا پتروشیمیا، نمادهایی که بزرگ هستن و حجم مبنایی مثلا چند میلیونی دارن، خب چند میلیون باید در مثبت فروش بره تا اینا یه مثبتی بخورن، ولی اینجا 130,000 تاشو بفروشن هر روز مثبت بخوره دیگه. این که حالا شما واقعا نگه دارید تا مجدد به 30 تومن برسه یا نه، دیگه بستگی داره که مجددا این سهم پروژه شده باشه یا نه. اگر پروژه شده باشه خب نگه دارید خیلی راحت به اون قیمت میرسه، اگر هم نه که دیگه رفتار واقعی، رفتار طبیعی بیفته که باید ببینید کجا اصلاح میکنه و در حال خارج بشی به نماد دیگه ای وردتون را انجام بدید. خب نماد بعدی شگل هستش، گلتاش که یک شوینده و همونجور که مشاهده میکنید از سال 90 به این طرف به در یک کانال اصلاحی و نزولی قرار گرفته که تقریبا چند ماهی که از این کانال خروج کرده و در یک کانال صعودی با شیب خوب قرار گرفته که خب قطعا کف این کانال میتونه نقاط خوبی برای خرید باشه. البته حالا سقف کانال را دقیقا نمیتونیم بگیم که اینجایی هستش که الان من برای شما مشخص کردم، ولی خب با توجه به اینکه اگر الان اصلاح بخواد انجام بگیره، یک دوتا کندل قرمز داشته و قبلا هم اینجا ببینید یه بار اینجا اصلاح شده بعد اومده خورده به کف کانال رفته بالا، من اینا کشیدم، تقریبا اگر که این بار هم این اصلاح انجام بگیره تا کف کانال بیاد و بره بالا، تقریبا میتونیم بگیم کانال ما شکل گرفته که اگر این اتفاق بیفته کف کانالی که به دست میاریم تقریبا قیمت 650 تومن میتونه باشه که خب دوستان میتونن این حوالی برای خریدی که کم ریسک‌تر باشه اقدام بکنن. الان قیمت تقریبا 865 تومن هستش. خب ببینید تقریبا 667 تومن اینجاها، یا اگه مثلا حالا مدت زمان بیشتری طول بکشه تو اینجا 700 برسه، بین 650 تا 700 میتونیم بگیم که کف کانال برای خرید هستش، مگر اینکه این بخواد از این بالاتر بره و سقف کانال ما رو کمی جابجا بکنه. فعلا که این اتفاق نیفتاده و خب در هر حال این هم برای بلند مدت من فکر میکنم که میتونه خوب باشه، به خاطر اینکه ببینید قبلا هم بعد از اینکه یک استراحتی را
داشته بین سالهای 95 تا 96 خوب راه افتاده به سمت بالا. سابقه شم که نگاه میکنیم در کل نماد سعودی هستش که خب دوره اینجا کنید بین مثلا 92 تا 94 یه استراحت داشته، دوباره صعود کرده و هرچی میریم عقبتر کلیت سهم به صورت سعودی هستش. بنابراین در مواقع اصلاح میتونید برای خریدش اقدام بکنید و خب بهترین موقعیت هم کف همین کانال سعودی هستش فعلا، مگر اینکه خب حالا دوباره بخواد شرایط بورس متفاوت بشه. نماد بعدی بانک کارآفرین با نماد وکار هستش. خب در ارتباط بانکی هم قبلا گفتیم اگر خواستید ورود بکنید حتما ببینید که تراز سالانه‌شون مثبت باشه، یعنی بانک‌های سودآور باشن. حالا در ارتباط با بانک کارآفرین نمیدونم، میتونید به قسمت بنیادیشون مراجعه بکنید. برای این کار ببینید وارد سایت کدال میشید ابتدا و بعداً اون نماد رو اینجا بایستی جستجو بکنید که حالا مثلا اینجا رو میزنیم و بانک و کار ببخشید و کار و بانک کارآفرین اینجا باید پیدا کنیم که خب اینجا ببینید گزارش های فعالیت های یک ماهه برای برج 1402 هستش، دوره به اینجا برج 11401 و اینا شما دونه دونه بایستی اطلاعیه هاش را بخونید ببینید که واقعا این بانک مثلا تو چند ساله اخیر توی چند ماهه اخیر وضعیت درآمدیش به چه صورتی هستش، سود و زیانش به چه صورتیه، آیا سود آور هست یا زیانده. که اگر زیانده بود حالا دیگه خیلی کاری نداشته باشید قیمت ها روی تابلو به چه صورتی هستش، بخاطر اینکه بسیاری از بانکی ها زیانده هستن ولی قیمت هاشون هم تو سال 99 خوب اومد بالا ولی بعدش هم خب با ریزش های زیادی مواجه شدند و رفتن پایین. بنابراین حتما به این مورد در ارتباط با کلیه بانکی ها توجه کنید، برای یه ماهشون هم فایده نداره، شاید مثلا تو یه ماه سودآور باشه ولی ماه های بعد قبلش را هم نگاه بکنید و ببینید که در هر حال سود و زیانشون به چه صورت هست و بعدن اقدام کنید. در هر حال از سال 97 تا 99 خوب اومد بالا، اصلاحی هم که کرده همونجور که مشاهده میکنید دیگه زیر 61 صدومی نیومده، یعنی حالا از این جهتش خوب بوده این نماد و کار، میتونیم بگیم که از این جهت نمادی نبوده که یه قیمتش 90% ریزش بکنه و خیلی بیاد پایین. در هر حال میبینید که روی 61 صدومی فیبو به خوبی واکنششون داده. حالا اگر که ما از همین جایی که مجدداً حرکت شروع شده در نظر بگیریم تا اینجایی که الان یه اصلاحی مشاهده میکنیم تو همین چند روز اخیر از اوایل برج دو اصلاح کرده، یعنی تا قیمت 400 اومده بالا الان 350 هستش، اگه یه دونه فیبو بذاریم قیمتهایی که به دست میاد اون 38 صدومی روی 313 به دست میاد، نیمه روی 284 و اون یکی روی 258، در حال توی این محدوده یعنی بین 258 تا 300 تومن با توجه به میزان ریسک پذیریتون میتونید برای خرید در صورتی که بنیادیش سودآور باشه و ترازهای ماهیانه سالیانش مثبت باشه اقدام بکنید، به خاطر اینکه حالا دفعه قبلی که اصلاح کرد عمل کردش هم خیلی بد نبوده. خب نماد بعدی زپارس هست که خب این نمادم حالا دوستمون نوشته بودن که تو چند ماه اخیر خیلی خوب عمل نکرده، بازدهیش خیلی جالب نبوده و صحبت به این شکل را عنوان کرده بودن. ببینید منظور حالا چند ماه اخیر دوستمون این بود که فرضاً از برج 11-12 که بقیه نمادها خیلی خوب رشد کردن این نماد رشد چندان قابل توجهی را نداشت. حالا خب دوست عزیز شما به قبل این نماد هم نگاه بکنید، این نماد یه افزایش سرمایه تو سال 1401 میده
و تقریبا از همون ابتدای سال 1401 قیمت از 3600 تومان تا همون برج 11 که شما دارید اشاره میکنید به تقریبا 700 به 7500 تومان میرسه، یعنی دو برابر میشه توی این برهه زمانی که قیمت نماد، تازه اونم بعد از افزایش سرمایه که تعداد سهم قطعا زیاد شده و افزایش سرمایهش هم نگاه بکنید 328% بوده، این تعداد سهم تقریبا سه برابر شده دیگه، این رشد خوبی را انجام داده. یعنی توی این مدت زمانی شما در نظر بگید از اینجا باید ببینید تا اینجا، نه فقط همین دو ماه اخیر، از اینجا تا اینجا ببینید که تازه بعد از افزایش سرمایه هم اتفاق افتاده، یه اصلاح انجام گرفته در این نماد که اصلاح روی 3800 اتفاقا مهار شده. ببینید قشنگ تا 3800 فیبو اومده، یعنی تا قیمت 7500 گرفته 3800 بوده رو قیمت 6 تومن، دقیقا تا 6 تومن اومده پایین و مجددا حرکت را انجام داده به همون مقاومت قبلی که رسته، مجدد اومده پایین، ولی این بار به 3800 نرسیده. نکته ها از اهمیت جاست که این بار کف اومده یکم بالاتر قرار گرفته. پس اولا این که رشد نداشته تو این دو سه ماه اخیر چیز غیر عادی نیست برای نماد، چون قبلش رشد خوبی داشته. دوم این که در هر حال از اینجا میتونه در یک کانال صعودی قرار بگیره، به شرط این که یعنی یه شرطی داریم که این بار قیمت که اومد بالا بتونه یه مقداری اون سطح قبلی خودش یعنی 7500 رو بشکنه و یک کم بره بالاتر، مثلا بیا تا 7800، بعد دوباره اصلاح بکنه بیا پایین. بعد هم میتونیم بگیم که توی یه همچی کانالی قرار گرفته. هنوز الان نمیتونیم با قطعیت بگیم که این اتفاق افتاده، در هر حال روی تقریبا 6 تومن الان میتونیم بگیم که یک حمایت قوی وجود داره، به خاطر اینکه همون 3800 فیبوه. غیر از اون ببینید اینجا 16.8 هم به این قیمت 6 تومن واکنش نشون داده، الان هم 6690. به روند کلی بورس نگاه کنید، حالا شاید شما ببینید که تو این چند ماه این خوب بالا نیومده، الان بورس اصلاح بکنه اینم اصلاح کنه، بازم منطقی میتونه باشه، به خاطر اینکه خب این قبلا پیشخور کرده، اون رشدی که باید انجام میداد تو این دو سه ماه اخیر رو از اول 1401 انجام داده اومده بالا. حالا اگه کل بورس مثلا یک اصلاح عمیق انجام بده، مثلا 30-40% بیاد پایین، شاخص بیاد تا 1,800,000 تا 1,900,000 تا 2,000,000 پایین، این احتمال داره که از این قیمت 6 تومن هم بیاد پایین تر و بعدا مثلا ما بیاییم روی 6100 فیبو صحبت بکنیم، یعنی بیاد به 5 تومن 50% هم برسه. بنابراین اگر که بورس اصلاح عمیق نکنه، من فکر میکنم که قیمت 6 تومن برای ورود میتونه مناسب باشه. اگر اصلاح بورس یه مقداری بیشتر باشه، روی قیمت تقریبا 5 تومن هم جا داره که پایین بیاد، این برای پایین اومدنش. بالا اومدنش هم اگر که این کاناله بخواد شکل بگیره و این کانال صعودی را ما شاهد باشیم، که البته این کانالی که خدمتون دارم عرض میکنم یه حسد دیگه ای که داره اینه که این طرفش هم میخوره بهش، یعنی یکم بیایم عقبتر ببینید اینجا هم به یه سقف خوردیم، اینجا هم داره به این سقف خوردیم. اگر بخواد واقعا این کانال یه کانال معتبری بشه، این جای صعود این سری مثلا تا اینجا داره، تا 7 خورده، تا 7800، حتی 8 تومن بیاد بالا و بعدم برگرده، که دیگه قطعا این کانال یه کانال معتبری هستش دیگه. بسی به ریسک پذیری شما، اگه که میخواین صبر کنید باش، میتونید تا حدودای 8 تومن 7800 صبر کنید بعدم بفروشید. اگر میخواین بخرید که خب حالا یا اینکه دیگه بس کف این همین کانالا خرید کنین، یعنی روی 6400، یا اینکه نه ریسک پذیرتون کمتره و احتمال بدین که بورس هم ریزشی بشه، بعدن اون موقع بین 5 تا 6 تومن میتونه بهترین نقاط ورود برای شما باشه. و اما نماد بعدی نماد خاور هستش که دوستمون اشاره کرده بودن، جدیدن هم به صلاح از 3% مثبت به 7% مثبت افزایش پیدا کرده، ایران خودرو دیزل، که این نماد هم میبینی تقریبا از برج 8401 تا الان خوب بالا اومده، بعد از اینکه خب یک اصلاحی هم داشته و حالا یه جورایی اگر که فیبوهاشو بذاریم از
برج 8400 اگه بخوایم در نظر بگیریم، در هر حال ببینید هر باری میاد بالا یه اصلاحی ها انجام میده. هر بار ببینید این قسمت اومده بالا یه اصلاح انجام داده، ولی سعودی بوده دوره، تا اینجا اومده بالا اصلاح انجام داده. که تمام اینا رو منفی بگذاشتم دیدم تقریبا درست، یعنی هر باری که اصلاح میکنه مثلا روی این موجه ارزه بگیرید، تا اینجا میاد بالا ببینید این بار تا نیم فیبو اومده پایین و بعدن به حرکت خودش ادامه داد. مجدد ببینید از اینجا که حرکت شروع شده تا اینجا رو من میخوام بذارم، اینو میذارم، ببینید که مجددن یه حرکت اصلاحی تا حالا 61 صدومی، تقریبا حدودای 61 صدومی رسته، مجدد حرکتشو انجام داد. اینه که شما در حال اگه میخواییم ورود به این نماد داشته باشید، به نظر من بهترین حالته که سعی کنید ببینید کجا اصلاح رو انجام میده و بعدا اون موقع وقتی که اصلاح انجام گرفت مراقب باشید که بالاخره این 38 صدومی نیم و 61 صدومی میتونن نقاط ورود رو به شما نشون بدن با توجه به شرایط کلی بورس. که اگه بورس هم کلن اصلاح کرد که خب قطعا 61 صدومی میتونه ملاک باشه، اگر که اصلاح نکرد دیگه واسه به ریسک پذیری شما این نیم و 38 صدومی میتونه انتخاب کنه. فعلا که کندل این بار در آخرین روز سبز بوده، احتمال داره یک دو کندل سبز دیگه هم بخوره، مثلا قیمت تا 600 تومان هم بالا بیاد، فرض بکنیم بیاد تا 600 تومان و بعد بخواد اصلاح رو انجام بده، بعدم ببینید دیگه اینجا میشه یکی مثلا 492 میشه، یکی 450 میشه و یکی 425 میتونه نقاطی باشه که بستگی به ریسک پذیری و شرایط بازار بخواین بهش ورود انجام بدیم. ولی خب نکته از اهمیت اینه که هر چند وقت یه باری میاد بالا یه اصلاحی هم انجام میده و خب این خودش میتونه نکته از اهمیتی در این نماد باشه که یهویی مثلا گازش نمیگیره بره بالا تا جایی که بدون اصلاح و بعدن به قول معروف قیمتش 10 برابر بشه و یهویی بیاد یه سوم بشه یه پنجم بشه. این اتفاق هم براش نیفتاده و خب این قضیه میتونه حائز اهمیت باشه برای دوستان. خب عزیزان ممنون که توجه کردید، ویدیو کم طولانی شد، 37 دقیقه شد. چند نمادی رو هم میذاریم برای فردا بررسی بکنیم. ممنون که توجه کردید، منتظر نظراتتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.